تمدید مهلت ایران برای تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF 4 ماه دیگر فرصت داد. نگرانی از آلودگی شدید و روزافزون تالاب انزلی. مسئولان میگویند خبری از پسامند رادیواکتیو نیست. فعالان اما میگویند مملو از انواع آلاینده هاست. و 2018 خونین ترین سال برای مردم افغانستان در 18 سال گذشته. سازمان ملل میگوید حدود 4000 غیر نظامی کشته شدند. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. کارگروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF 4 ماه دیگر به ایران فرصت داد تا خواسته های این نهاد درباره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برآورده کند. در پایان نشست دوره‌ای این نهاد FATF تأکید کرد که اگر تا ماه ژوئن 2019 ایران قوانین لازم را تصویب نکند، تدابیر تنبیهی علیه ایران به اجرا می‌گذارد. دولت ایران 4 لایحه برای برآورده کردن خواسته های FATF ارائه کرده بود، ولی هنوز 2 تای آنها منتظر تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. جزئیات بیشتر از بهرنگ تاجدین. بار دیگر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در پاریس میزبان نشست دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی بود، نهادی بین‌المللی که بر قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظارت می‌کند. FATF 4 ماه پیش در نشست قبلیش باز هم اقدامات تنبیهی علیه ایران را معلق کرد، به این امید که لوایح 4 گانه به تصویب نهایی برسند، ولی هنوز 2 لایحه منتظر تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این نهاد با ابراز تأسف از این موضوع 4 ماه دیگر به ایران وقت داد، ولی برای اولین بار FATF مشخص کرده که اگه اقدامات لازم طبق استانداردهای FATF، یعنی بدون استثناء گذاشتن و مشروط کردن، انجام نشه، اولین بخش از اقدامات تنبیهی تعلیق شده دوباره به اجرا گذاشته میشه خود به خود. از آقای بیلینگزلی پرسیدم FATF حاضر است چه کمکی به دولت ایران برای رفع نگرانی های اصولگرایان مخالف دو کنوانسیون بکند. ما توضیحات و اطمینان خاطر نمیدیم. استانداردهای FATF کاملا واضحه. اینا اصلا استانداردهای ما نیست، استانداردهای بین المللیه که همه جای دنیا اجرا میشه. باید کنوانسیون پالرمو رو اجرا کنن. هنوز نکردن. باید کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم رو اجرا کنن. هنوز نکردن. باید این استثناهایی رو که توی قوانینشون میذارن حذف کنن. اینکه کلماتی مثل نژادپرستی و استعمار رو وارد قانون میکنن و میگن تأمین مالی تروریسم در این صورت اشکالی نداره. درسته که FATF مهلت ایران رو 4 ماه دیگه تمدید کرد، ولی این تمدید با تمدیدهای قبلی فرق داره. لحن بیانیه FATF درباره ایران تندتر شده و اعلام کرده که اگه همه خواستهاش تا 4 ماه دیگه، یعنی خرداد 98 برآورده نشن، خود به خود اقدامات تنبیهی جدیدی علیه ایران به اجرا در میاد. به نظر میاد کاسه صبر FATF داره لبریز میشه. مثل روز روشن است که این بار ضرب الاجل جدی است. تایید نشدن 2 لایحه باقی مانده در 4 ماه آینده باعث ادامه وضع موجود نمی شود، بلکه فعالیت بین المللی را برای بانک ها و مؤسسات مالی ایران از این هم دشوارتر می کند. بهرنگ تاجدین، BBC، مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس. ارزهای خارجی و سکه طلا در ایران باز هم گران شد. هفته گذشته نرخ برابری ریال به دلار آمریکا از 14000 تومان فراتر رفت و قیمت سکه طلا هم به حدود 5 میلیون تومان رسید. بعد از اینکه دولت و بانک مرکزی بعضی از سیاست‌های ارزی و کنترلی اعمال کردند، قیمت ارزهای خارجی تا حدودی کاهش پیدا کرد و دلار آمریکا تا زیر 10000 تومان هم رسید. اما طی هفته‌های گذشته قیمت ارز و طلا در بازار ایران بار دیگر سیر صعودی در پیش گرفته. شیدا هوشمندی در گزارشش می‌گوید این اتفاق جدیدی نیست و افزایش قیمت از قبل قابل پیش‌بینی بود.
من نمیدونم هر نرخی بازار. من راجع به نرخش نه صحبت میکنم نه صحبت خواهم کرد. این اعلام موضع رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز در نخستین روزهای سکانداری نهاد سیاستگزار پولی در نیمه دوم تابستان گذشته است. نرخ بازار میدونه. بنابراین بازار انشالله شکل خواهد داشت. آن زمان بسیاری از اقتصادداران امید داشتند شاید این آغازی بر پایان دخالت‌های دولت در بازار ارز باشد. اما این امیدها عمرشان کوتاه بود. نرخ ارز که با سیاست‌های اولیه بانک مرکزی مانند برخورد پلیسی با واسطه‌های بازار کاهش پیدا کرده بود، به یک بار از 12 بهمن رو به افزایش گذاشت. به نحوی که نرخ دلار از 11200 تومان در حدود 3 هفته به بالای 14000 تومان رسید و رکورد 3 ماهه خود را شکاند. جهش ناگهانی دلار در اقتصاد ایران تبدیل به اتفاقی تکراری شده و دیگر تعجب برانگیز نیست. درک دلیل جهش هفته های اخیر هم گرچه به دلیل فقدان اطلاعات در بازار بسته ایران دشوار است، اما بر بسیاری از کارشناسان روشن بود که ثبات بازار ارز در پاییز گذشته پایدار نیست. در تکرار جهش های ارزی احتمالاً درسی است که به عقیده برخی هنوز سیاستگزار آن را نیاموخته. درس این است که وقتی اقتصاد دچار شرایط تورمی است، اگر قیمت ارز همسان با قیمت بقیه کالاها به شکل طبیعی رشد نکند و به ازای مابه و تفاوت تورم داخل و خارج کشور به تدریج بالا نرود، همواره این امکان وجود دارد که نرخ به طور ناگهانی افزایش پیدا کند. همچون فنری که دولت با زور آن را فشرده نگه داشته و هر آن ممکن است به شکل لجام گسیخته و کنترل نشده باز شود. با این حال رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به جهش نرخ ارز بدون اشاره به مسائل مربوط به شیوه سیاست‌گذاری ارزی میگوید مصوبه دولت درباره آزادی ورود کالا از مرزها یکی از دلایل افزایش نرخ ارز بوده. او میگوید در شرایط تحریم و محدودیت ارزی این دست تصمیم‌ها باعث افزایش تقاضای ارز در سلیمانیه، دبی، هرات و متعاقب آن در بازار ایران شده. شرایط بازار ارز بر دیگر ابعاد زندگی مردم هم تأثیر گذاشته و دولت با اشارت غیر مستقیم از آن سخن میگوید. علت قاچاق چیه اصلا؟ دلیل قاچاق چیه؟ همه تون میدونید دلیل قاچاق ارزونیه نه گرانی. نابسامانی این روزهای بازار گوشت یکی از حوزه هایی است که بحران آن به تغییرات نرخ ارز و قاچاق نسبت داده میشود. طی ماهای گذشته تغییر مهمی رخ داد و مسیر قاچاق برعکس شده. تا پیش از این ایرانی‌ها به واردات کالا از کشورهای همسایه تمایل داشتند، اما حالا در تغییری 180 درجه‌ای این بازارهای کشورهای همسایه هستند که به خرید کالای ایرانی تمایل پیدا کردند. قاچاق گوسفند به خارج نمونه آن است. تغییر جهت قاچاق ریشه در جهش ناگهانی نرخ ارز دارد. دولت هم بی‌اعتنا به این موضوع با ادامه سیاست ارز چند نرخی با واردات گوشت به دنبال جبران قاچاق گوسفند است. مسئله‌ای که در رسانه‌های داخلی هم بازتاب پیدا کرده و سردبیر یکی از روزنامه‌های اقتصادی با تندی نوشته هر دلار برای گوشت وارداتی نه 4200 تومان بلکه 13000 تومان تمام می‌شود. او انتقاد کرده که دولت دلارهای سخت به دست آمده کشور را در حالی که تقاضای بازار بدون پاسخ می‌ماند صرف واردات گوشت می‌کند و قاچاقچی با قاچاق گوسفند سعی می‌کند دلار مورد نیاز بازار را تامین کند. حالا نوروز در حالی در پیش است که نابسامانی بازار ارز هر لحظه سایه سنگین تری بر بازار کالایی می اندازد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. مسئولان محیط زیست ایران ورود مواد رادیواکتیو به تالاب انزلی را رد کردند. کارشناسان محیط زیست اما همچنان از ورود هزاران نوع موارد آلاینده دیگر از جمله صدها متر مکعب فاضلاب و پساب به تالاب نگرانند. تالاب انزلی در سالهای گذشته بسیار کوچکتر، کم عمق‌تر و آلوده تر شده. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. این ویدیو حاصل کار کودکانی است که می‌خواهند وقتی بزرگ شدند چیزی از تالاب انزلی باقی مانده باشد. اما این روزها تالاب شهر ما حالش نیست. اما نه استمداد این کودکان کارساز بوده. تالاب انزلی مهران واقعا آدم قصه‌دار میشه. نه قصه خوردن سلبریتی‌ها. از آنچه بر تالاب انزلی رفت.
این همه تنوع زیستی پرندگان و آبزیان و غیره لب به لب این طالاب و مرداب لب به لب. صحبت از ورود روزانه حجم عظیمی پساب و فاضلاب از 9 شهر اطراف تالاب انزلی به داخل آن است. این هم ورودی فاضلاب که مستقیما داره میره توی مرداب. این تازه یه دونه از بین هر کوچه یه دونه از این لوله فاضلاب داره که وصل میشه به مرداب. و این جدا از سموم کشاورزی است که هر روز در این تالاب تخلیه میشود. تمام این محله فاضلابش ریخته میشه توی مرداب. از تالاب انزلی فقط یک اسم باقی مانده. با آن مرداب انزلی میگویند. مردابی که با آن همچون یک سطل آشغال بی انتها رفتار شده. سطل آشغالی که در 20 سال گذشته خشکتر و بنابراین کوچکتر شده و این تالاب 19,000 هکتاری را به کمتر از نصف کاهش داده. تالاب انزلی زمانی نگین گیلان بود. گلهای لاله‌اش مفرح ذات و مایه امرار معاش محلی‌ها و زیبایی های یک تالاب ثبت شده جهانی. همه اینها امروز در خطر است. تالابی که عمقش زمانی به 9 متر می رسید حالا حد اکثر 2 متر و در بعضی نقاط نیم متر است. تنها خبر خوبی که از تالاب انزلی می رسد این است که هیچ ماده رادیواکتیوی از این کارخانه استحصال یود وارد تالاب نشده. اگر هم شده در حد مجاز بوده. تالاب مواد کشنده به وفور دارد و ماهی های سمی تالاب گواهی بر این فاجعه هستند. پرندگان گواه نیستند زیرا با توجه به شکار بی‌رویه‌ای که به ماهانه 10,000 پرنده میرسد دیگر مجالی برای مردن از آلودگی باقی نمیماند. بر همه اینها تصمیمات بحث‌انگیز مهندسی را هم اضافه کنید. مثل موج شکنهایی که با افزایش رسوب تالاب آن را نیازمند به لایروبی‌های دائمی کرده که هرگز جواب نداده. ولی الان این سد قراره مثل که بزنن سمت شاهزاده ابراهیم، سد لاسک. سد لاسک به رغم مقاومت مسئولان محلی و شوراهای منطقه از سازمان حفاظت از محیط زیست مجوز گرفته. ما در شمال هیچ چاره‌ای نداریم که آب شرب مردم رو با سد تامین. توجیه تامین آب شرب است. اطمینان خاطر کم ارتفاع بودن و لاستیکی بودن سد لاسک. آنجا که معذری در کار باشد پول هم هست. پولی به اسم بودجه احیا به تالاب انزلی که 85 میلیارد تومان از مجلس گرفته و قرار است امسال 10% آن خرج شود. کارشناسان محیط زیست این اسناد را نشان می‌دهند و می‌گویند حیف و میل‌های بزرگ در راه است. احیای تالاب انزلی به شرکتی دانش بنیان در اصفهان به اسم شرکت نانو صنعت پرشیا واگذار شده که می‌خواهد برای اولین بار در جهان یک تالاب را با روش نانو احیا کند. شرکتی که سر و کارش با کودهای کشاورزی است ولی با رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ارتباط نزدیکی دارد و خواستار صدها میلیارد تومان پول برای پروژه جدیدش است. پروژه‌های دیگر هیچ کدام جواب نداده و آنچه امروز باقی مانده خاطره خوشی از تالاب انزلی است که می‌رود تا به یک حسرت بزرگ ملی تبدیل شود. سیاوش اردلان، بی بی سی. خشایار الوند از نویسندگان سریال‌های تلویزیونی ایران که آثاری مانند پایتخت، شب‌های برره و قهوه تلخ را در کارنامه خود دارد، هفته گذشته بر اثر سکته قلبی درگذشت. آقای الوند متولد سال 1346 بود و فعالیت‌هایش در سینما را از سال 1363 آغاز کرد. مهرزاد کهن‌روز از شخصیتی می‌گوید که در 2 دهه مردم را با نوشته‌هایش خنداند. دوستان به من گفتن یه خاطره بگی. گفتن خاطره بگی نطور. صحنه کم نظیر از سریال 40 قسمتی ویلای من. رفاقت مگه میشه تو یه دقیقه اومد اینجا گفتش. میشه. بوشنگ میشه. کاری از مهران مدیری، فیلم نام نویس ها، امیر مهدی جوله و خشایار الوند. پف به این دنیا. فیلم نام نویسی قهار با آثار ماندگار در ذهن ایرانی ها. چه برنامه داشتیم، چه شبا، چه حالی، چه بود، هر چه التماسش به ابدا. آدم سالمی بود. تقریبا هر آنچه که در 2 دهه اخیر مردم در ایران را خندانده عمدتا نوشته خشایار الوند بود. نقطه چین
کمربندها را ببندیم. شبهای براره، باغ مظفر، گنج مظفر، مرد هزار چهره، مرد دو هزار چهره و قهوه تلخ. خداوند این سرزمین را از ظلم و ستم و جهل و فریبکاری و خرافات محفوظ بدارد. رفت جوانم که رفت به اندازه کافی دور شد. دور دور تا دلت بخواد. آره کافیه. حالا که دور دور شد آقایون همه با هم ریندم دیرم دم دم دم. او نویسنده مجموعه های پرطرفدار دیگری هم بود: مسافران، ساخت ایران، ویلای من، شوخی کردم، در حاشیه، علل بدل، دیوار به دیوار و البته پایتخت، پایتخت پرطرفدار. چرا دارین من بازی میدین شما؟ چرا میخواین شما همه چی رو عادی جلوه بدین؟ چرا دارین من صحنه سازی درست میکنین؟ من باختم، بعدم باختم، من آبروی شهر من بردم، سقف من رو سر من خراب شده، خرج من زن من داره میده، من در منزل داماد سکونت دارم، هیچ داغی از این بزرگتر نیست، هیچ ننگی از این بزرگتر نیست، من دارم با قهقرا میرم، فقط بذارین برم من. بسیاری از ایرانی ها وقتی شنیدند قرار است عید نوروز پایتخت در قالب فیلمی دو ساعته به خانه هایشان بیاید بسیار خوشحال بودند. در گذشته آقای الوند اما تا حد زیادی این دلخوشی را به یأس تبدیل کرد. تهیه کننده پایتخت امروز گفته نمیدانیم چه باید کرد. هنوز ساعتی از صبحگاهان سپری نشده که خبر هولناک از راه رسید. خشایار الوند پر کشید. باور نکردنی و دهشتناک بود. مگر ممکن است انسانی سرشار از شور و سرور، زندگی و امید، انرژی و خلاقیت به ناگهان تمام شود؟ نه، ممکن نیست یک بار همه چیز به پایان برسد. خالق شادی و سرور جامعه مرگ به تن کرد. مرصاد کوهنروز، بی بی سی. در افغانستان مردم در یک سوم ولسوالی ها به خدمات غذایی دسترسی ندارند. تحقیقات بی بی سی بر اساس مصاحبه با حدود 1000 مسئول نشان می دهد که در بیشتر مناطق مراکز غذایی بسته است و مسئولان بیشتر در مرکز ولایت ها به شکایت ها رسیدگی می کنند. برای بیشتر مردم نبود دادگاه در ولسوالی محل زندگیشان دشواری های زیادی ایجاد کرده. جزئیات بیشتر از علی حسینی از کابل. زلیخا تک و تنها از ولسوالی شهرستان سیدآباد به مرکز ولایت میدان وردک آمده. راهی طولانی و ناامن. در منطقه ایشان دادگاهی نیست. پسرش کشته شده و او به سندی نیاز دارد که دادگاه باید آن را تایید کند. تک و تنها هستم. هیچ کس همراه هم نیست جز خدای من. در منطقه دشتوب از یک زن 200 افغانی قرض گرفتم و به اینجا آمدم. 50 افغانی هم این کاغذ وثیقه را خریدم. عرضه را نوشتم. با پول باقی مانده دوباره به دشتوب برمیگردم. در هیچ یک از ولسوالی های میدان وردک، نزدیکترین ولایت به پایتخت کابل، دادگاه ابتدایی نیست. ناامنی راه رفتن قاضی ها را بسته و آنها را راهی مرکز ولایت کرده. اینجا ریاست محکمه استیناف یا ریاست محاکم ولایت میدان وردک است، جایی که محاکم ابتدایی 8 شهرستان ولسوالی این ولایت در آن موقعیت دارد. باشندگان این ولسوالی ها ناگزیر هستند برای پیگیری قضایا و پرونده هایشان به اینجا مراجعه کنند. نقاط سرخ رنگ ولسوالی هایی را نشان می دهد که هیچ دادگاهی در آن فعال نیست. 142 ولسوالی. در این بین در ولایت های اروزگان و میدان وردک در هیچ یک از ولسوالی ها به جز مرکز ولایت دادگاه و محکمه‌ای وجود ندارد.
بر اساس قانون اساسی افغانستان در هر ولسوالی باید دادگاهی فعال باشد. بی بی سی اما دریافته که به علت ناامنی و کمبود امکانات دولت نتوانسته در 142 ولسوالی مرکزی برای دادرسی ایجاد کند. بنیاد انکشاف آسیایی که در 14 سال گذشته تحقیقات همه‌جانبه‌ای درباره زندگی افغان‌ها داشته می‌گوید آنجا که دادگاه نیست جرایم زیاد است. در جاهایی که محکمه نیست در آنجا مردم به حکومت باور ندارند. جرایم بیشتری در آن مناطق رخ می‌دهد و مردم هم چندان راضی نیستند. نبود دادگاه زنان و دختران را بیشتر در معرض آسیب قرار داده. زنان به عنوان کسایی که در خیلی جاهای افغانستان حق حضیر نداره که از خانه خود بیرون شوند، برایشان بسیار دشوار است که قضای خود بتانه از یک از ولسوالی خود سفر کنه و بره در مرکز ولایت که احتمال داره چندین ساعت وقت بگیره. سفر زن برای یک یعنی گم شدن یک خانمی که طرف دوا است برای یک روز میتونه جنجال های بسیار فراوان دیگه خانوادگی و فامیلی برایشان فراهم کنه. بی بی سی بیش از 30 بار با مسئولین دولت افغانستان برای دریافت نظرشان درباره یافته هایش تماس گرفت، اما هیچ یک حاضر به مصاحبه نشدند. برای زلیخا اما اینکه دولت باید کاری انجام دهد بسیار مهم و حیاتی است، به ویژه زمانی که میگوید بالا آسمان است و پایین زمین و او هیچ حامی ندارد. علی حسینی، بی بی سی، کابل. نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان یوناما میگوید سال 2018 میلادی خونین ترین سال برای غیر نظامیان در 18 سال گذشته بوده. این سازمان در گزارش سالانه‌اش گفته در سال گذشته میلادی نزدیک به 4000 غیر نظامی در این کشور کشته شدند. شورای امنیت ملی افغانستان گفته این گزارش را بررسی می‌کند، اما طالبان آن را مغرضانه خوانده. جزئیات بیشتر از روین رهنوش از کابل. سالی که از بهارش نکو نبود. مرگبارترین حمله سال 2018 میلادی در مرکز شهر کابل انجام شد. با حدود 100 کشته و بیش از 150 زخمی. سالی که گزارش نمایندگی سازمان ملل آن را خونین ترین سال در 18 سال گذشته خوانده. این گزارش که امروز منتشر شد در سال گذشته میلادی 3804 کشته را نشان می‌دهد که بیشترشان در انفجارها جان باخته اند. بیش از 7000 هم زخمی شدند. عامل تلفات 63% عناصر ضد دولت، 37% طالبان و 20% داعش بوده. نیروهای طرفدار دولت نیز عامل 24% این تلفات شناخته شده اند. از جمله 14% نیروهای امنیتی افغان و 6% نیروهای خارجی. سازمان ملل میگوید میزان کشته شده ها در سال 2018 در مقایسه با سال قبلش 11% افزایش یافته. افزایش تلفات در این سال توسط عناصر مخالف دولت 3% و نیروهای طرفدار دولت 4% بوده. مرگ غیر نظامیان در حمله های هوایی نیز برای نخستین بار از مرز 500 گذشته. گزارش سال 2018 ما یک تصویر ناراحت کننده از تشدید جنگ و تلفات ملکی را در افغانستان نشان می دهد. هر باری که آمار تلفات ملکی را ارائه می کنیم، با تأسف درک می کنیم که پشت هر تلفات یک فاجعه وجود دارد. یک زندگی از بین می رود، یک خانواده به غم می نشیند و یک جامعه متضرر می شود. یوناما 28% قربانیان را کودکان گزارش کرده. در یک سال اخیر 927 کودک کشته شده اند. در گزارش آمده که تلفات کودکان 3% کاهش یافته. با آن هم کشتار کودکان به بلندترین سطح رسیده. شورای امنیت ملی افغانستان گفته در حال بررسی این گزارش هستند. اما گروه طالبان آن را مغرضانه خوانده و رد کرده. آتش جنگ در افغانستان در سالهای اخیر هزاران قربانی گرفته.
تنور جنگ دولت و مخالفان مسلح همچنان گرم است. همزمان تلاش ها برای صلح با طالبان، جدی ترین گروه مخالف مسلح دولت افغانستان، بیشتر شده. صلحی که کشته شدگان سالهای اخیر امیدی رسیدن به آن را به گور بردند. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌های باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.